با سلام. با آغاز سال جدید با موج گرانی های بی سابقه روبرو هستیم. تا جایی که آمارهای حکومتی تورم بالای 70% رو اعلام کردن. در بخش مسکن با توجه به تورم اجاره ها چند برابر شده و با افزایش 20% حقوق عملا بخش زیادی از درآمدها برای تامین مسکن هزینه میشه. در بخش حمل و نقل شاهد افزایش بی سابقه ای بودیم. در این بین تامین مواد غذایی و اقلام دارویی از چالش های سخت انشای مردم هست. ببینید، من برادر خودم رو مثال میزنم. ایشون با اینکه شغلش در شرکت تولیدی آهن‌آلات جزء مشاغل سخت بود، حالا با 13 میلیون حقوق باید هم هزینه اجاره مسکن رو بده، هم خرج دانشگاه و هم مدرسه دو فرزندش رو. از این مبلغ چی باقی میمونه که با اون مواد غذایی به این گرونی رو تامین کنه؟ بماند که همین خانواده 4 نفره کلی کار دندون پزشکی مثلا دارن، اما با تعرفه های نجومی اصلا نمیتونن بهش فکر کنن و مجبورن به جای ترمیم و درمان دندون اونو بکشن تا از شهر درد اون راحت شن. یا مثلا یه راننده تاکسی رو در نظر بگیرید، با گرانی 100% لوازم یدکی چطور میتونه خرج خانواده رو تامین کنه؟ مگه خود آمارهای دولتی نمیگن حقوق زیر 20 میلیون یعنی فقر؟ چند درصد مردم بالای 20 میلیون دریافتی دارن؟ چرا ما حداقل های یک زندگی نرمال رو نداریم؟ چرا در تامین نون و پنیر هم خیلی عاجزند؟ پنجمین کشور ثروتمند دنیا بر طبق آمارها چرا به این روز فلاکت افتاده؟ غارت از سفره‌های مردم تا کی و تا کجا؟ مردم ایران زیر فساد و گرانی و عذاب و اعدام، اما در مقابل این رژیم سرخم نکرده و نمی‌کنند. امسال آبستن حوادث زیادی است که بیشک تومار این حکومت رو در هم می‌پیچه. می‌توان و باید که این رژیم را سرنگون کنیم.